جواهرات خاندان سلطنتی یا گنجینه ملی خدمت گنجینه جواهرات سلطنتی ایران به دوران صفویه برمیگردد. لشکرکشی نادرشاه افشار به هند خزانه کشور را فربه کرد و جواهرات و نفایس درباری در طول سالها از یک خاندان به خاندان بعدی منتقل شدند. بخش عمده از این جواهرات در دوران مزفر دین شاه قاجار فهرست بندی شد و هنگامی که محمد علی شاه قاجار از دست مشروط خواهان به سفارت روسیه پناهنده شد بخشی از آن شامل الماس دریای نور را به همراه خود برد پافشاری مشروط خواهان باعث شد که این جواهرات به دربار بازگردان شود بعد از انقراض سلطنت قاجار رضا که نمیخواست تاج کیانی شاهان سلسله قبل را بگذارد با استفاده از جواهرات سلطنتی تاج جدیدی ساخت. به نوشته کتابچه خزانه جواهرات ملی چاپ بانک مرکزی رضا با استخدام سراج جواهری و جواهرساز امیر بخارا که به ایران مهاجرت کرده بود طراحی و ساخت تاج پهلوی را به آنها سپرد تاج پهلوی که در پنجم اردیبهشت سال 1305 بر روی سر رضا قرار گرفت از سلا نقره و مخمل قرمز ساخته شده بود. به نوشته کتابچه خزانه جواهرات ملی این تاج که به شکل تاج شاهان ساسانی ساخته شد شامل 3380 قطع الماس به وزن 1144 غیرات 5 قطعه زمرد، 2 قطعه یاقوت کبود و 368 حبه مروارید. مجلس شورای ملی در سال 1316 در دوران رضا پهلوی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن جواهرات و نفایس سلطنتی را به عنوان پشتوانه پول ملی به خزانه بانک ملی ایران بسپارند. تاج پهلوی به همراه مجموعی از جواهرات و نفایس شامل قطعات پرارزشی مانند الماس دریای نور، تخت نادری، کمربند زرین و کره جواهر نشان و تاج کیانی به بانک ملی سپرده شد. با تاسیس بانک مرکزی این گنجینه به بانک مرکزی ایران منتقل شد. محمد شاه در شهریور 1320 به سلطنت رسید ولی تا سال 46 تاج گذاری نکرد. در این مراسم محمد شاه بر سر شهبانو فرح هم تاج گذاشت. یه لحظه سب کن. اگر تو اینجای ویدیو همراه همون بودی لطفا این ویدیو رو لایک کن و یادت نره که کانال ما رو سابسکرایب کنی به نوشه کتابچه خزانه جواهرات ملی ایران این تاج در سال 46 با استفاده از جواهرات ملی به وسیله یک طراح فرانسوی ساخته شد بدنه این تاج از پلاتین و جواهرات بکار رفته در آن شامل 1469 قطعه برلیان 36 قطعه زمارد، دو قطعه لعل و 34 قطعه یاقوت و 150 حبه مروارید بود. این دو تاج و دیگر جواهرات ملی در اختیار بانک مرکزی بودند و بر اساس قانون هر زمانی که شاه یا هر کدام از اعضای خانواده سلطنتی قصد داشتند که یکی از این قطعات گنجینه را قرض بگیرند این کار در حضور پنج شخصیت حقوقی شامل رئیس بانک مرکزی، رئیس خزانه، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل بانک ملی انجام می شود. روزنامه نیویورک تایمز در 20 سده 57 شش روز قبل از خروج شو از ایران در گزارشی دارایی او را بیشتر از یک میلیارد دلار عنوان رو کرد. روزنامه بدون ارائه اسناد و مدارکی درباره این ارقام به انتقال 90 درصد از دارای های شاه به بنیاد پهلوی اشاره کرد. بنیاد پهلوی یک بنیاد غیر انتفاعی خیریه بود که در سال 1337 تأسیس و بعد از انقلاب عمده دارای های آن در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. نیویورک تایمز در گزارش خود با استناد به تحقیقات یک روزنامه نگار بریتانیایی دارایی منقول و غیر منقول بنیاد پهلوی را حدود 3 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود این دارایی شامل سرمایه گذاری در بانکها صنعت بیمه و کارخانه ها بود این بنیاد همچنین مالکیت 25 درصد از شرکت صنعتی کروپ آلمان را با پرداخت 400 میلیون دلار به دست گرفته بود اما روزنامه کریستیان ساینس در مقاله‌ای که سوم اردیبهشت سال 59 چاپ شد به نقل از باربارا والترز خبرنگار آمریکایی که روابط نزدیکی با دولت مردان حکومت پهلوی داشت دارای شاه را بین 50 تا 100 میلیون دلار عنوان کرده بود رابرت آرمایو معتمد و سخنگوی شاه به نقل از او به این روزنامه گفت که ثروت محمد رضا شاه پهلوی از بسیاری از ثروتمندان آمریکایی کمتر است با این حال یک وکیل آمریکایی به نام پل او دوایر به نیابت از دولت انقلابی ایران از شاه به دادگاهی در ایالت نیویورک شکایت کرد و خواهان استرداد 56 میلیارد دلار از دارایی مردم ایران شد. او همچنین شکایت مشابهی به ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار را علیه اشرف پهلوی مطرح کرد. وکلای شاه ادعای این وکیل را مبهم و اشتباه عنوان کردند. و دادگاه عالی ایالت نیویورک هم این شکایات را رد کرد خیلی ممنون که تو انتهای ویدیو همراه همون بودین لطفا این ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو در مورد این ویدیو با ما در میون بذارین راستی یارتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنین